من حسنم خالق صبر و کرم، بی حرمم در حرم مادرم. صبوریم زبان زده انبیاست، چه صبر من تمام صبر خداست. به صبر خود محافظ مذهبم، بانی صبر خواهرم زینبم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و گرامی، از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام خدمت شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید در پناه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف موفق و مؤید باشید. با ویژه برنامه غم غربت، مباحثی راجع به زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. ایام شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام را محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و همچنین همه شما عزیزان عرض تسلیت داریم. امیدواریم خداوند در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعت اون بزرگوار ما را محروم نفرماید. در آغاز برنامه اشعاری را از مرحوم جولیده نیشابوری رحمت الله علیه تقدیم حضورتون میکنم و بعد انشالله با ویژه برنامه غم غربت مباحثی راجع به زندگانی اون بزرگوار در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا جلوه‌گر شد از افق روی دلارای حسن، شرمنده شد شمس و قمر از روی زیبای حسن. چشم حقیقت باز کن روی دلارایش ببین، با دیده حق بین نگر رخسار زیبایش ببین. صد یوسف زیبا جبین محو تماشایش ببین، نور خدایی جلوگر از فرق تا پایش ببین. سر و روان را در شگفت از قد رعنایش ببین، خلق جهان را سر به سر غرق تمنایش ببین. کینسان دل دلدادگان گردیده شیدای حسن، شرمنده شد شمس و قمر از روی زیبای حسن. او آمده با صلح خود اسلام را احیا کند، نخل ولا را بردهد مشت عدو را وا کند. رونق به دین حق دهد فرمان حق اجرا کند، قانون عدل و داد را جاوید و پا بر جا کند. کاخ ستم را زیر و رو با آن ید و بیضا کند، با صلح خود پرونده آشور را امضا کند. دین خدا پاینده شد از فکرت و رای حسن، شرمنده شد شمس و قمر از روی زیبای حسن. نامش حسن، وصفش حسن، خلقش حسن، خویش حسن، قدرش حسن، صبرش حسن، القاب دلجویش حسن، فکرش حسن، ذکرش حسن، طاق دو ابرویش حسن، لطفش حسن، جودش حسن، رنگش حسن، بویش حسن، صلحش حسن، عدلش حسن، دادش حسن، رویش حسن، دستش حسن، حسنش حسن، قدش حسن، مویش حسن،
ژولیده شد از جان و دل خاک ره پای حسن، شرمنده شد شمس و قمر از روی زیبای حسن. دومین پیشوای مسلمانان جهان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: ای مردم، کسی که برای خدا نصیحت کند و کلام خدا را راهنمای خود گیرد، به راهی پایدار رهنمون شود و خداوند او را به رشد و هدایت موفق سازد و به نیکویی استوار گرداند، زیرا پناهنده به خدا در امان و محفوظ است و دشمن خدا ترسان و بیاور است و با ذکر بسیار خود را از معصیت خدا در امان بدارید. بینندگان عزیز و گرامی، با سلام مجدد همچنان که خدمت شما عزیزان عرض کردم، ایام شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه را محضر شما عزیزان عرض تسلیت داریم و با ویژه برنامه غم غربت راجع به زندگانی اون بزرگوار در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس و میهمان محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد علی اکبر مهدی پور. جناب استاد، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید. شما هم اگر سلام خدمت بینندگان داشته باشید تا انشالله برنامه رو پی بگیرید. ایام شهادت جان قداز سبت اکبر آقا امام حسن مجتبی علیه السلام را محضر مقدس آقا بقیت الله تسلیت عرض میکنه. امیدواریم که این برنامه هایی که تحت عنوان غم غربت تقدیم میشود برای شیعیان شیفته و ارادتمندان دل سوخته آن امام بزرگوار مفید باشد انشاءالله. جناب استاد مهدی پور، برای شروع برنامه میریم از آغاز زندگانی امام حسن سلام الله علیه که ولادت ایشون باشه. یک مختصری اگر لطف بفرمایید راجع به ولادت این بزرگوار برای ما توضیح بفرمایید. وجود مقدس آقا امام مجتبی اولین ثمره شجره طیبه است که عقد آن در آسمان ها توسط ذات اقدس الهی اجرا شده، بعد به فرمان پروردگار توسط آقا رسول الله در روی زمین. رسول گرامی اسلام می فرماید: ان الله امرنی ان ازوجک ابنتی. خطاب به امیر مؤمنان فرمود: علی جان، خدا به من امر فرموده که دخترم فاطمه را به ازدواج تو درآورم. این را حاکم در مستدرک جلد 3 صفحه 153 نقل کرده. مطالبی که عرض میکنه منابع و مدارک فراوان دارد، برای هر نکته یک برنامه یک سند خدمت عزیزان تقدیم میکنیم که اگر عزیزان اهل تحقیق هستن بتونن که دنبال کنن. بعد فرمودن که لو لم یخلق علیون لما کان لفاطمه کف. اگر علی آفریدن نمیشد، برای فاطمه زهرا کفی در زیر آسمان پیدا نمیشد. این در مسند احمد جلد 5 صفحه 36. حتی در حدیثی داریم که آدم و مندونه، یعنی آدم ابوالبشر و حضرت خلیل الرحمن و دیگر انبیایی که جد حضرت زهرا هستند، منهای این که جد ایشان هستند، از لحاظ کفیت در سطحی نیستند، جز امیرالمومنین احدی از انبیای سلف
نبودند در شرایطی که با حضرت زهرا هم سنگ باشند. جناب استاد عزم میخوام، ما در حقیقت از همین حدیث شریف میتونیم افضلیت آقا امیرالمومنین و تمام پیامبران به جز پیغمبر اسلام استفاده کنیم و فاطمه زهرا را. سلام الله. وقتی که امیرالمومنین افضل همه اونها هست، حضرت صدیقه هم که هم سنگ امیرالمومنینه، ولذا منهای مسئله نبوت هم امیرالمومنین هم صدیقه طاهره از همه انبیای سلف، حتی انبیای اولوالعزم منهای رسول کرام اسلام، چون تخصصا خارجه افضل هستن. آقا رسول الله فرمود علی جان ان الله امرنی ان ازوجک فاطمه و اینی قد زوجت توکها، خدا به من فرمان داده که فاطمه را به نکاح تو درآورم و من او را به نکاح تو درآوردم علی 400 مثقال فضه، در مقابل 400 مثقال نقره. و این چه وقتی به درهم تبدیل می شود 480 و یا 500، چون بهش تعبیر میکنه مهر سنه. ما همینجا از فرصت استفاده میکنیم و همه شیعیان مولا توصیه میکنیم که تا میتوانن مهریه ها را پایین بیاورن، که به شدت دستور داریم که مهریه ها پایین باشد. هرگز خوشبختی یک دختر در این نیست که مهریش بالا باشد. الان این هم از سن ازدواج بالا رفته، یک عامل مهمش مشکلات زندگیه، یک عامل دیگرش مسئله مهریه است. افرادی که خودشون همیشه از مسئله گله میکنن، وقتی انسان در خانهشون میرود، نه این دختر خالش اینقدر باید از این پایین تر نباشه، یه همچه بهانه های میآورن، شخصا به اونچه توصیه میکنن عمل نمی کنن. وقتی این گونه آسان بگیریم، طبعا دیگه دخترها تا 30 سالگی تو خانه نمی مانن، بعد هم مجبور نمیشن که از تمام خواسته هاشون صرف نظر کنن. ولی خودم به چنین ازدواجی اصولا برکت خواهد داد. یقینا این زیبا خواهد بود. بعد اینجا شبلنزی در نورالابصار می نویسد که امیرالمومنان تا پیامبر فرمود عرض کرد رضیت، راضی هستم، و افتاد به سجده، سجده شکر به جای آورد که یک چنین نعمتی نصیب او شد، اونم به فرمان خدا، اونم توسط شخص رسول الله. بعد امام مجتبی علیه السلام که اولین ثمره این پیوند مقدسه، در شب نیمه رمضان در سال سوم هجرت متولد شده در مدینه منوره. بنابراین چه ازدواج امیرالمومنین با صدیقه طاهره در اول ذی‌الحجه الحرام سال دوم هجری باشد، حدوداً 9 ماه خورده ای از ازدواج گذشته، اولین ثمره طیبه که تجسید کوثر هست در نیمه رمضان سال سوم هجرت به دنیا آمده. احسنتم. راجع به نام گذاری جناب استاد، ما البته در روایاتمون هم البته داریم احادیثی که بر پدر هست یا پدر مادر هست، والدین هست، که نام فرزند را نیکو اختیار و انتخاب کنند. میدانیم که نام امام حسن علیه السلام بالاخره از اون اسماء آسمانی است و طبق تشریفاتی این نام برای حضرت گذاشته شده. راجع به نام گذاری حضرت لطف بفرمایید مقداری شرح بدید. وجود مقدس آقا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به دودمان امامت تشریف فرما شدند. قنداق امام مجتبی را دادند دست آقا رسول الله. آقا رسول الله را بوسه باران کرد، بر سینه چسبانید، بعد فرمود که چه نامی برای فرزندتون انتخاب کردید؟ عرض کردن یا رسول الله، ما از شما سبقت نمی جوییم. باز اینجا هم به این جوانها ما تذکر می دیم. متاسفانه الان این مسائل فراموش شده. در گذشته هیچ زوج جوانی به خود این اجازه را نمی داد که برای بچهشون نام بگذارن. اگر ما به پدران و مادران هم توصیه می کنیم که اونها تحمل نکنن بر فرزندان، ولی فرزندان اون حریم پدر و مادر را حفظ کنن، مشورت کنن، تا
توضیح بدهند، تقاضا کنند که موافقت کنند. و تو خانواده ها مشکلات زیادی پیش میاد از این که بچه ها سبقت میجوین به نامگذاری، بعد هم پدر مادر هم تحمل نمی کنند. از روز اولی که این بچه آمده تو این خانه یه مشکلات پیدا میشه. عرض کردن یا رسول الله ما به شما سبقت نمی جستیم. فرمودن من هم به خدایم سبقت نمی جویم. جبرئیل آمد قدم نورسیده را تبریک گفت، گفت خداوند اعلی سلامت می رساند و می فرماید علی برای تو به منزله هارون است برای موسی. اولین فرزند هارون نامش شبر بود، شما نیز نام اولین نوزاد امیرالمومنین را شبر بگذارید. فرمودند که جبرئیل اون عبریه، من عربی هستم. عرض کردند که آقا معادل شبر در عربی حسنه. و جالب این است که در تمام منابع بر این تاکید شده که قبل از امام مجتبی علیه السلام احدی به نام حسن نامگذاری نشده. همینطور که قرآن کریم راجع به حضرت یحیی لم اجل له من قبل سمیا، ما قبلا اسم کسی را یحیی نگذاشته بودیم. اینجا هم با اینکه حسن معناش خیلی زیباست، واژه زیبا هست، تلفظ راحته، چطور شده که هیچ ذهنی منتقل نشده جسم بچهش را حسن بگذاره؟ این هم ارادت الله بوده که این نام برای اولین بار برای اولین مولود خاندان عصمت و طهارت، ولی زا فرمودن که نامیشون را حسن بگذاره و حضرت نامیشون را حسن گذاشتن. به تو که همیشه برنامه بوده در گوش راست ایشون اذان، در گوش چپ ایشون اقامه گفتن و او را اعاذه کردن. اللهم اینی اعیذه بک و ذریته من الشیطان الرجیم، که این را بستانی در دایره المعارف نقل کرده. بعد کامش را با زبان مبارک برداشتن، بعد فرمودن که من او را حسن نام نهادم و کنیش را ابو محمد، یعنی در همون جلسه که نامگذاری شده کنیه هم تعیین شده. در عربی کنیه معادل نام خانوادگی ما هست، ولذا معناش این نیست که ایشون اول فرزند به نام محمد پیدا کرده بعدن ابو محمد کنیش انتخاب شده، نه، از روز ولادت آقا رسول الله. در میان عرب الان مرسومه، مثلا غالبا کسی که اسمش علی هست اسمش را کنیش را ابوالحسن میذارن، کسی که اسمش محمد کنیش را ابو جعفر میذارن. و این معناش این نیست که ایشون بزرگ شده، ازدواج کرده، صاحب فرزند شده و فرزند به این نام داشته. و در نتیجه در ممکن است یه بچه بزرگ نشه، ممکنه بچه بزرگ بشه ازدواج نکنه، ممکنه ازدواج بکنه صاحب فرزند ذکور نشه، ممکنه فرزند ذکور داشته باشه اسمش را به این نام نگذارد. ولی چون معمولا سوال میکنن، حضرت امام مجتبی فرزند به نام محمد نداشته الا بنابراین چی 16 فرزند براش نقل کردن. و در نتیجه نه، از همون روز اول آقا رسول الله کنیش را ابو محمد قرار دادند و روز هفتم عقیقه ذبح کردند. و همینطور هم دستور هست که ما هم روز هفتم برای فرزندمون عقیقه ذبح کنیم. و اونجا هم تعبیر کردن که خدایا من او را به پناه تو در می آورم و این عقیقه را وسیله حفاظت او برای محمد و آل محمد قرار بدهی. چون اشاره به اسم امام حسن فرمودید، یه اشاره کوتاهی هم داشته باشیم. همون طوری که فرمودید که اسم جناب فرزند جناب هارون علیه السلام اسم فرزند بزرگ شبر بوده، گویا باز هم هست که شبر و شبیر و شبر و یا مشبر و یا مشبر، که بعد آقا امام حسین را به همون عنوان و جناب محسن را هم آقا رسول الله نامگذاری کرده. اگر ایشون به شهادت سه فرزند پسر آقا امیرالمومنین علیه السلام صلوات الله علیه اجمعین. بینندگان گرامی، لحظاتی رو فرصت میگیریم، مجددا خدمتون خواهیم. در سال ششم هجری قراردادی بین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و کفار قریش منعقد گردید که بعدها به صلح حدیبیه معروف شد.
یکی از مواد صلح‌نامه این بود که هر دو سپاه میتونند با هر قبیله‌ای که بخوان پیمان دوستی امضا کنند. بر این اساس رسول خدا با قبیله خزاع پیمان دوستی بست. در سال 8 هجری یکی از افراد قبیله بکر که هم پیمان کفار قریش بود نسبت به پیامبر جسارت کرد و شخصی از قبیله خزاع او را در مقابل جسارتش سرزنش نمود و از رسول اکرم دفاع کرد. آنگاه با هم درگیر شدند و کفار قریش نیز به کمک قبیله هم پیمان خود وارد صحنه گردید و در نتیجه یک نفر از افراد قبیله خزاع را کشتند و بدین وسیله صلح حدیبیه نقض شد. کفار قریش از این نقض معاهده پشیمون شدند. ابو سفیان را برای عذرخواهی و تجدید قرارداد به محضر پیامبر فرستادند. ابو سفیان به حضور آن حضرت رسید و درخواست امان و تجدید پیمان نمود، ولی اون حضرت به سخنان او ترتیب اثر نداد. ابو سفیان به ناچار به نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام شرفیاب شد و از وی درخواست نمود که در نزد پیامبر شفاعت نماید. علی علیه السلام در جواب فرمود: پیامبر خدا با شما پیمانی بست و هرگز از پیمانش بر نمی گردد. در این هنگام امام حسن علیه السلام که کودک خردسالی بود به حضور پدر آمد و ابو سفیان خواست که علی علیه السلام اجازه دهد فرزندش حسن نزد پیامبر از ابو سفیان شفاعت کند. به نقل تاریخ امام حسن علیه السلام این سخنان را شنید. پس امام حسن نزد ابو سفیان رفت و با یک دست بر بینی او و با دست دیگر بر محاسن او زد و خداوند او را به زبان آورد تا بگوید: ای ابو سفیان، بگو جز خدای یکتا خدایی نیست و محمد رسول خداست تا من شفاعت کنم. سپس آنگاه علی علیه السلام که با شنیدن سخنان فرزندش فوق‌العاده خوشحال شده بود فرمود: سپاس خداوندی را سزاست که در ذریه محمد برگزیده مانند یحیی بن زکریا قرار داد که در کودکی از جانب خداوند به او حکمت عطا گردید و خداوند در مورد ایشان فرمود: در کودکی به او حکمت دادیم. ادامه برنامه غم غربت رو در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد مهدی پور ببخشید، عرض شود که یه جمله هست در نزد شیعیان راجع به اهل بیت علیهم السلام که میگن کلهم نورون واحد. البته این جمله چه بسا ریشه هم در روایات و زیارات و اینها داره، مثل اون زیارتی که از امام هادی سلام الله علیه هست: خلقکم الله انوارن فجعلکم به هر شیء مهتدین تا آخر. و یا روایتی از خود اهل بیت: اولنا علیون، اوسطنا علیون، آخرنا علیون، کلنا علیون. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد صلی الله علیهم اجمعین. اینه که بعضی از القاب نسبت به این بزرگواران میبینیم یک برتری خاصی پیدا کرده و یک به اصطلاح جلوه خاصی، اگر نه همه اونها کاظمن، همه اونها باقرن، همه اونها صادقن، همه اونها جوادن. اما چه ویژگی است که و همه اونها کریمن، اما چه ویژگی است که امام حسن علیه السلام در این میان گوی سبقت را گویا رو بوده، یا اینکه این لقب کرامت بر ایشون عرض شود که نامگذاری شده و ایشون به عنوان کریم اهل بیت معروف شده؟ طبعا برای هر امام معصوم در یک موضوع یک زمینه فراهم شده که اون صفت در او جلوه کرده. مثلا آقای امام صادق به دلیل خاص، آقای امام باقر به دلیل خاص، آقای امام کاظم به دلیل خاص، آقای امام هادی، آقای امام جواد، آقای امام مجتبی هم به دلایل اینکه اون دست بخشنده‌ای که ایشان داشتن در میان امت به عنوان کریم اهل بیت شناخته شدن، اگرچه پدر بزرگوارشون امیرالمومنین شبها انبان به دوش در خانه فقرا می رفتن، آقا امام زین العابدین، آقا امام حسین، بلکه ائمه این برنامه را داشتن. ولی در زمان آقا امام مجتبی معاویه سعی می کرد خودش را حاتم طائی زمان معرفی کند.
آقا امام مجتبی نمیخواست با او مقابله کند، اما به عطیه های امام مجتبی هم برای فقرا و ارادتمندان و نیازمندان در حدی بوده که او را حاتم طائی زمان میشناختند. مثلا یک نفر آمده خدمت آقا امام مجتبی علیه السلام، حضرت به ایشون 5000 درهم محبت کردند، بعد ایشان تشکر کردند، حضرت 50000 درهم بهشون محبت کردند، یا 500 دینار به یک نفر دادن. دینار پول طلا هست، مخاطبین ما نمیدونن که دینار یعنی چه، باید بگم 500 دینار چیزی در حد 500 سکه. در همچه زمانی 500 دینار را به یک شخص دادن، بعد هم یه تیلسانی به او دادن بابت اجرت بردن پول به منزلش. یعنی دادن عطیه یک معنا، اون کرامت ذاتی معنای دیگر. یک بار کل اموالش را در راه خدا دادن. تیلسان را از جاقه بخواییم به فارسی ترجمه کنیم، یه نوعی کلاه، منتها یه چیزی بوده چه از لحاظ مردم کلاه قیمتی بوده و اشرافی، و الا ائمه علیهم السلام معمولا از امامه استفاده می کردن و در اون، ولی اون برای حضرت عدیه ها برده بودن، قیمتی بوده، اون هم به اون شخص دادن به عنوان اجرت این پول. این پولی که می خواهم ببرن باید باربر بیارن تا اون پول را ببرن، برایش حتی اجرتش هم، یعنی اینا کرامته و بیش از مسئله سخاوته. بعد کل اموالش را دو بار یا حداقل یک بار در راه خدا دادن، بعد سه بار نصف ثروت خودشون را در راه خدا دادن. این را ابن شهرآشوب در مناقب نقل می کند. بعد یک نفر آمد اظهار حاجت کرد، حضرت 20000 درهم بهشون محبت کردم، از آقا من یه مدیحه برای شما سرودم، اجازه بدید بخوانم. فرمود بخوان، ولی کرامت ما ربطی به اینها ندارد. بعد ایشون شروع کردن چه بخوانن، فرمود چه نجود قبل سؤال انفسنا، پیش از این چه کسی به ما اظهار حاجت کند ما به او بخشایش میکنیم. چرا؟ خوفن علا ما وقت من یسل، از ترس این چه آب روی سائل بریزد، تاش نیازمند آب رویش نریخته ما بهشون محبت میکنه. ولی زا اینا هم جلوه های اون کرامته که شرمندگی رو در چهره سائل نبینن. روز حضرت تشریف برده بودن بیرون مدینه، جایی به تشنگی افتادن، بعد چادری بود اونجا، پیرزنی بود، فرمودن که آب داری؟ گفت بله آقا، محبت کنید، بنشینید تو سایه. آقای امام مجتبی، آقای امام حسین و عبدالله ابن جعفر، ایشان آنن یک گوسفندی داشت، دوشید و شیرش را آورد. حضرت میل کردند و وقتی چی حضرت این را میل کردند، در اون لحظات زود اون بره را ایشان ذبح کرد و گفت تشریف داشته باشید، این را برای شما ما. بعد که کباب کردند و تقدیم کردند، حضرت فرمودند که هر وقت گذرتون مدینه افتاد اونجا بپرسید ابو محمد، ما خدمتتون برسیم. گفت چشم. بعد شوهرش که شب آمد دید بره نیست، گفت چه شد؟ گفت سه تا بزرگوار از اشراف قریش آمده بودن تقدیم کردن. گفت از کجا فهمیدی اینا جزو اشرافن؟ گفت معلوم بود، سر تا پا نور بودن. بالاخره یه مقدار شوهرش خوشش نیامد از این کار، ولی به هر حال انجام شده بود. چیزی نگذشت، بالاخره در اون منطقه خشکسالی شد، اینا هر چی داشتن تمام شد. یه روز این خانم به شوهرش گفت چی بریم مدینه این ابا محمد را پیدا کنیم. گفت اون دیگه یادش رفته. گفت نه، من اون جمالی که من دیدم اون فراموش نمی کنه. آمدن تو شهر رو پرسیدن منزل آقا ابا محمد امام مجتبی، نشون دادن.
تا رسیدن حضرت فرمودن که مادر من خیلی مدت هاست چشمم به دنبال شما بود تا شما را پیدا کنم، اون محبت هایی که به ما انجام دادید اون را کیفر رو مکافات کنم. حضرت دستور دادن یک جله گوسفند بهشون، بعد هم دینار و درهم و اینها. بعد اینا خواستن فهم نه منتظر باشید، باید برادرم حسین بیاد. به آقا امام حسین اطلاع دادن، ایشون هم باز مقداری پول مقداری گوسفند. بعد فرمون نه منتظر باش عبدالله بیاد. فرستادن عبدالله ابن جعفر. اینم خیلی لطیف است که آقا امام مصطفی 50 دینار داده بودن، امام حسین 49 دینار دادن و عبدالله 48 دینار. یعنی خواستن که اون سلسله مراتب هم حفظ بشه. این هم باز یه تعلیم و آموزشیه آموزش برای ما که این درس توی مجمعی میخواد دست به جیب کند. هدف این نباشه که بگن فلان اینقدر، تفاخر نباشه. بله این هم نباشه. کنیزی حضرت داشتن، این آمد از باغچه خود حضرت گلی را چید به حضرت تقدیم کرد. حضرت هموش انته حرتون لبچه الله، یکو آقا یک گل اونم از باغ خودت. فرمود او به من هدیه داد. وقتی او به من هدیه داد من باید هدیه بیشتر ازا حوییتون به تحییتن فهیو به احسنم اینها. و این هم یک کنیزی هیچ ندارد، ولذا تنها چیزی که من میتونستم بهشون عطا کنم این بود که آزادش کنم و ایشان را در راه خدا من آزاد کردم. راجع به اون خانم هم گفتم یه شیر داده، یه بره داده، این همه فرمودشون آنچه داشت به من داده. مسئله این نیست که ایشون به من یه بره منو بشه یه دونه بره بدم، نه، چون آنچه داشت به من داده ولذا آنچه من به. روایتی داریم که سه نفر بودن، یکی 100 دینار داشت 10 دینارش داد به فقیر، یکی 50 دینار داشت 5 دینارش داد، یکی 10 دینار داشت 1 دینارش. حضرت فرمود چه ثواب اینها مساویه، این 1 دینار اون 5 اون 10 دینار، ولی اون هم 1/10 موجودی بود، اینم 1/10 اینم 1/10. و در نتیجه میزان این است چقدر دارد و چقدر میبخشد. و در این مراحل معاویه آمده بود مدینه، در مدینه جلوس کرده بود، هر کسی میآمد دیدن ایشان از 5000 تا 100000 درهم به او میداد. چند ساعتی که بود همه آمدند و سلشون گرفتند و رفتند. وقتی که دیگه خلوت شد کسی نمود، آقا امام مجتبی تشریف فرما شدند. معاویه خیلی حقباز بود، گفت ابا محمد آخر وقت آمده، برای این که ما هرچی داریم تمام بشه ما را متهم کنه به این که ما بخیل هستیم، دست دهنده نداریم. غلام را صدا کرد، گفت غلام به مقداری که امروز به اهالی مدینه دادید به مقدار همه اونها برای امام حسن مصطفی بیاور، من فرزند هندم. حضرت فرمودن که معاویه ما نمی پذیریم چون ما فرزند فاطمه هستیم، اگر شما به هند جگرخواره می خواهید افتخار کنید ما فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشیم. چون وقت ما رو به اتمام یه نمونم عرض کنم، فونی که مروان اون ایامی که در مدینه حاکم بود، بعد آمد توی مجلسی گفت من یه مشکل دارم، چشمم افتاده به استر امام مجتبی و امام مجتبی کسی نیست که من بتونم با پول ایشون را اقناع کنم این را به من بفروشه، والا به هر قیمت حاضر باشه من میخرم. کی میتونه یه حیله به کار ببره و این را برای من پیدا کند؟ ابن ابی عتیق گفت که بر من. گفت چگونه؟ گفت الان چی ایشون تشمیارم مسجد، من شروع میکنم تعریف اشراف قریش را، بعد شما به من پرخاش کنید که آقا اینجا نشسته شما از افراد غایب سخن میگویی. ایشان
آمد و حضرت تشفرما شدن، چون شروع کرد گفت و گفت این گفت آقا ابو محمد اینجا نشسته، گفت ما داریم در مورد اشراف سخن میگوییم، هر وقت خواستیم از اولیاء الهی سخن بگوییم از ایشان هم بحث میکنیم. وقت حضرت راه افتادن ایشان به دنبال حضرت آمد، فرمودن حاجتی ده؟ گفت بله این استر. حضرت پیاده شدن فرمودن بگیر و ایشون این استر را گرفت. یعنی اینقدر آقا کریم که حتی دشمن حتی به مرکب حضرت چشم دوخته بود و تا اشاره کرد حضرت بهشون اینا ترم. احسنتم طیب الله انفاسکم. بینندگان عزیز و گرامی یک میان برنامه داشته باشیم، مجددا خدمتون خواهیم. مردی از بنی امیه در مجلسی که امام مجتبی علیه السلام در آن حضور داشت، از روی تعصب قومی و قبیله‌ای و جاهلی از جا بلند شد و به امام مجتبی توهین کرد. امام مجتبی فرمود خداوندا آنچه از نعمت به او ارزانی داشته ای را از او بگیر و او را تبدیل بزن کن تا عبرت بگیرد. ناگهان مرد اموی به خود آمد که دید زن شده است. امام حسن به او فرمود دور شو، تو را چه به مجلس مردان که تو زن هستی. داستان این جوان بین مردم شیوع پیدا کرد تا همسرش نزد امام مجتبی علیه السلام آمد و از حضرت خواست شوهرش را به حالت اول برگرداند. فرزند رحمت للعالمین از روی دلسوزی به حال همسر او دعا نمود و آن مرد به حالت اول برگشت. در مجلسی دیگر از مجالس معاویه، گروهی خودفروخته و چاپلوس بر بنی هاشم بی‌حرمتی کردند و بر ایشان فخر فروختند. امام مجتبی علیه السلام هم با چندین جمله جواب همه را داد و همه را سر به زیر کرد به جز مروان و مغیره، این دو منافق که سابقه نفاق و پستیشان از همه بیشتر بود نباید هم ساکت می بودند. مروان به نوعی فخر فروخت و مغیره به نوعی اهانت کرد. در بیوفایی و پستی دنیا همین بس که افرادی چون مروان و مغیره بر سبط اکبر امت، فرزند پیامبر خدا و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا علیه السلام فخر بفروشند و او را نصیحت کنند. امام حسن علیه السلام ابتدا مروان را ساکت کرد و او را سر به زیر نمود، سپس با جملاتی کوبنده آتش غیظ و حسد مغیره را شعله ور کرد. چندین بار معاویه بر حضرت فخر فروشی کرد که با جواب حضرت چاره‌ای جز تسلیم و اقرار نداشت. بنی امیه وقاحت را به جای رسانده بودند که روزی یزید پسر معاویه صریحاً به امام حسن علیه السلام گفت ای حسن، من از روز اول بغض و کینه تو را داشتم. امام مجتبی هم با لبخندی به او فرمودند علت دشمنی تو با من این است که شیطان در نطفه تو شریک است و به خاطر این است که تو با من دشمنی. و این گونه بود که معاویه و پیروانش هر روز و شب از هر فرصتی که می‌خواستند و قدرتش را داشتند استفاده می‌کردند و به اهل بیت عصمت و طهارت و خصوصا امام حسن علیه السلام ستم می‌کردند.